شهید سرلشکر خلبان عباس دوران. عباس دوران در سال 1329 در شهر شیراز به دنیا آمد. دوران کودکی، نوجوانی و جوانی را در این شهر گذراند و پس از اخذ مدرک دیپلم در سال 1349 به خدمت سربازی رفت. پس از پایان دوره وظیفه، به دلیل علاقه به یادگیری فن خلبانی، در سال 1351 وارد دانشکده خلبانی شد و پس از طی دوره مقدماتی پرواز در ایران برای ادامه تحصیل و فراگیری دوره تکمیلی خلبانی به آمریکا اعزام شد. وی با اخذ نشان و گواهینامه خلبانی به ایران بازگشت و در پایگاه هوایی همدان مشغول به خدمت شد. وی مراحل مختلف پرواز را سپری کرد و به عنوان معاون عملیات پایگاه سوم شکاری مشغول انجام وظیفه شد. با شروع جنگ تحمیلی سر از پا نشناخت و به دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران پرداخت. در ماه‌های آغازین جنگ ایران و ارتش بعث صدام نقش مهمی در بمباران اهداف دشمن بعثی ایفا کرد. وی در دو سال ابتدایی جنگ تحمیلی بیش از 120 عملیات موفق پروازی داشت. شهید دوران در 30 تیر ماه 1361 به قصد ضربه زدن به شبکه دفاعی و امنیتی نفوذ ناپذیر مورد ادعای صدام به پالایشگاه ادوره یورش برد و پس از آن هنگام بازگشت مورد اصابت موشک دشمن واقع شد. اگرچه شهید دوران اجازه ترک هواپیما را به همرزمش خلبان منصور کاظمیان در کابین عقب داد، اما خود به رغم اینکه می توانست با استفاده از چتر نجات سالم فرود آید، سائق وار خود و هواپیمایش را به متجاوزین کوبید و بدین ترتیب مانع از برگزاری اجلاس سران غیر متعهدها به ریاست صدام در بغداد شد. پس از سالها انتظار در تیر ماه 1381 بقایایی از پیکر شهید دوران به میهن اسلامی منتقل و پنجم مرداد 1381 طی مراسمی رسمی تشییع و در شیراز به خاک سپرده شد. یاد و خاطره شهید سرلشکر خلبان عباس دوران گرامی باد.